سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر هر کجای ایران هر کجای جهان که هستید. از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. جنگ میان نیروهای اسرائیلی در جستجوی اعضای حماس در غزه ادامه داره. کشته‌های بسیار به جا مونده در پی عملیات تروریستی حماس و واکنش‌های گسترده اسرائیل. در این میان در دو سوی این جنگ کودکان بسیاری کشته شدند، چه اسرائیلی چه فلسطینی. اسرائیل میگوید تروریست‌های حماس کودکان اسرائیلی رو سر بریدند در منطقه‌ای که وارد شده بودند. در آن سو نیز کودکانی جان باختند که هیچ نقشی در این عملیات نداشته و در خصومت دیرینه بین سازمان‌هایی مانند حماس و اسرائیل نداشتن. چه راه حلی وجود داره برای پایان دادن به این موضوع؟ تلاش‌های بسیار هست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از سفر منطقه‌ای خود دست خالی به واشنگتن بازگشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید مسئولیت امنیتی غزه رو برای مدتی نامعلوم نیروهای اسرائیلی بر عهده خواهند گرفت. غزه منطقه تهدید کننده امنیت اسرائیل شناخته شده است و در کشورهای اروپایی تظاهرات به سود فلسطینی ها و به سود سازمان حماس همچنان ادامه دارد. لندن مرکز گسترده ترین تظاهرات در این مورد است و در تهران مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی همچنان به حمایت‌های خود از سازمان حماس ادامه می‌دهند. آنچه که در تهران بیداری اسلامی خوانده شده، آیا همین پیامدهایی که شاهدش هستیم چه در لندن چه در پاریس چه در پایتخت‌های دیگه اروپایی و همینطور در نیویورک و واشنگتن و تورنتو و جاهای دیگه، آیا همان مفهوم و موضوعی است که جمهوری اسلامی به آن بیداری اسلامی گفته و اطلاق کرده است؟ تردیدی نیست که در پی آنچه که انقلاب اسلامی در ایران خوانده شده، شاخه های نیز جان گرفتن. ویروس خفته اسلام سیاسی فضایی برای رشد پیدا کرد و شاخه هایی از آن نیز حتی به آمریکا رسید در عملیات تروریستی 11 سپتامبر. در نیمه نخست برنامه دو میهمان داریم، در پاریس آقای محمد رضا یزدانپناه و در ایتالیا خانم میترا جشنی. با شما عزیزان خواهیم بود و آنچه که در اروپا میگذره در ارتباط با بحران جاری و جنگ جاری در خاورمیانه. تا لحظاتی دیگه. خوش آمد به هر دو مهمان تفسیر خبر. خانم جشنی، شما وقتی رصد میکنید اوضاع رو در منطقه، خوب خبرها هست، بزن بزنها هست، عملیات اسرائیل همچنان ادامه داره، هر عنوانی بهش بدیم، انتقام جویی، پاکسازی غزه از تروریست ها و بقیه، اما در اروپا ما میبینیم تظاهرات همچنان ادامه داره و حکومت ایران هم از این بابت بسیار خرسند و خوشحال. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ آیا یهودی ستیزی بخش بزرگی از این هست یا آیا عدالت خواهی هست؟ چه هست؟ آنچه که شما میبینید. درود میفرستم به شما و به مهمان گرامیتون، همچنین به بینندگان محترم برنامه‌تون. اون چیزی رو که من در اروپا سالها رصد کردم، نه فقط در مقطع فعلی، این هستش که گروه‌های مختلف مهاجری که بیشتر مسلمان هستن و از کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی وارد خاک اروپا به عنوان مهاجر شدن، همچنین مسلمانانی که از پاکستان و یا کشورهای شبیه به این وارد اروپا شدن، سالهای سال در اجتماعات کوچکی با همدیگر زندگی می کردن، هیچ وقت نتونستن که
در اروپا و در کشورهایی که هستن اینتگریت و هماهنگ بشن با فرهنگ اونا. الان اینجور به نظر میرسه این گروه هایی که در تمام این سالها فقط با خودشون در ارتباط و مرابطه بودن و همینطور با فرزند آوری به تعدادشون اضافه کردن در اروپا، یک چیزی شبیه به اون حرکتی که ما سالها قبل در اسپانیا دیدیم و یا در ایران دیدیم در قرنها پیش، داره در اروپا اتفاق میفته. و من بیش از این که این تظاهرات رو عدالت خواهی بخوام تعبیر بکنم، چیزی رو که دارم میبینم دقیقا همون چیزی هستش که سران جمهوری اسلامی از اون به بیداری اسلام یاد میکنن. در واقع گروه های اسلامگرا خفته در این مناطق و با بازپروری و آرایش خودشون امروز چنان قوی شدن که میتونن بسیاری از خیابانهای شهرهای اروپایی رو تسخیر بکنن و قدرت نمایی بکنن. و این منظر رو در پاریس هم شما میبینید، از کرته گرفته تا مناطق دیگه پاریس، آقای یزدان پناه، با محدودیت هایی هم که البته وضع کردن، برقرار کردن برای تظاهرات در حمایت از حماس، اما زیر این عنوان که برگزار نمیشه، عناوین دیگه ای هم هست. بفرمایید. بله همینطوره. خب پاریس هم مثل خیلی از شهرهای بزرگ دیگه اروپایی در این چند دهه اخیر شاهد در واقع افزایش و حضور روزافزون این اعضای سپاه اسلام قرار گرفته. ببینید جناب چرنگی، در چند قرن پیش برای صدها سال این اروپایی ها که جهان مسیحی یهودی رو نمایندگی می کردن، در جنگ بودن، در جنگ گرم، در جنگی خونین و طولانی مدت بودن با کشورهای اسلامی، با کشورهایی که به اصطلاح تمدن اسلامی رو نمایندگی می کردن. کشتند و کشته دادند فراوان، جنگ های صلیبی بوده، صدها سال خلاصه اینها جنگیدند با مسلمانان و سپاه اسلام تا اروپا، تا تمدن غرب، تمدن اسلامی نشه. متابعت دیدیم که در عرض چند دهه به لطف در واقع سیاستمداران خائن در اروپا و سرمایه گذاری گسترده دشمنان تمدنی غرب، اهم از کشورهای اسلامی مثل جمهوری اسلامی و کشورهایی که به ذات دشمن تمدن غرب هستند، کشورهای کمونیستی مثل روسیه و چین، به طور کامل ورق برگشت در از درون کشورهای تمدن غرب، کشورهای اروپایی، کشور امریکا، کانادا، اینها توسط سپاه اسلام و نه با جنگ، با صلح، به نام حقوق بشر، به نام دموکراسی، به نام در واقع تمدن، به نام اینکه ما خواهان جامعه چند فرهنگی هستیم تسخیر شدن. و وضعیت همینجوری ادامه پیدا بکنه، این اتفاقات شرم‌آور و کثیفی که در این چند هفته اخیر بعد از حملات تروریستی حماس رخ داد بیشتر هم خواهد شد در اروپا. اولین بار هم نیست، در این 10 سال اخیر تروریسم اسلامی در اروپا، در غرب، قربانیان بسیار زیادی گرفته. با ادامه این وضعیت، اگر افکار عمومی، اگر سیاستمداران با جربوزه در غرب پیدا نشن، غرب رو به تمدن، به اون ارزش‌های تمدنی اصلی خودش بر نگردونن، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. خب این ارزش‌های اولیه خودش چه هست؟ به طور کوتاه بفرمایید. یعنی تمدن غرب جناب چرنگی بر پایه بنیان‌های فلسفی یونانی رومی و ارزش‌های مسیحی یهودی بنیان گذاشته شده. اگر حقوق بشر، دموکراسی، اینها هم در غرب در این 3-4 قرن اخیر پا گرفت، به خاطر انسان یهودی مسیحی سکولار شده بود که در واقع این ارزش ها رو برای در یک جهان مدرن برای خودش میخواست. اصلا تصوری وجود نداشت اون موقع که حقوق بشر و دموکراسی و اینها در اروپا مطرح میشد یا در غرب مطرح میشد، تصوری وجود نداشت که یک روزی سپاه دشمن، سپاه اسلام، از درون این فرهنگ و این تمدن رو نابود بکنه. منتخب دیدیم که در عمل این اتفاق افتاد. ولی خب همین تمدن غربی که شما اشاره میکنید که پایش بله به یونان به نحوی برمیگرده یا رومی ها، میبینیم از درونش هیتلر هم به وجود اومد. نه ایمان؟ بله بله، هیتلر هم در واقع یک، هیتلر بیشتر میشه گفتش که حزب نازیسم در آلمان، همونجوری که از روی اسمش بود،
مطرح بود در واقع برخواسته از اون بیشتر میشه گفتش بنیانهای چپی، همون چیزی که اشاره کردم در واقع دشمن ذاتی تمدن غرب، این در واقع چپ ها بودن، اونها در واقع ناسیونال سوسیالیست هایی بودن که نه به مسیحیت اعتقاد داشتن، نه به یهودیت، نه به فلسفه یونان و روم. شما نگاه کنید یک در واقع حزب نازی آلمان، شخص هیتلر، اینها علاوه بر یهودیت و مسیحیت هم دشمن بودن، هیچ ارتباطی به اون تمدن یونانی، فرهنگ یونانی رومی غرب نداشتن، یک زائده سرطانی قدرت سرطانی بودن که در آلمان به وجود اومد، همون تمدن غرب هم نابودش کرد در نهایت. خب به هر حال بحث طولانی است بحث تمدن ها، چون تمدن ها یه دوره انتهایی دارن و بحث بسیار طولانی است. برگردیم به همین امروز خانم جشنی، این مماشاتی که کشورهای اروپایی به خصوص با گروه های اسلامی انجام داده، همین داعش، همین تمدن غرب که اشاره می‌فرمایند آقای یزدانپناه، درها رو باز کردن، داعشی ها یا شهروندای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی رفتن، کشتن و برگشتن، دوباره اهلا و سهلا و مماشات با این گروه ها رو اجازه دادن، حتی رهبران حماس در انگلستان و جاهای دیگه زندگی بسیار اشرافی خوبی هم دارن. اینو چقدر مؤثر میدونین نری فاجعه؟ 100% من مؤثر میدونم این مطلب رو. ببینید، این برمیگرده به دهه های 60 میلادی، 1960 میلادی تقریبا، که ما برای نخستین بار شاهد ظهور فلاسفه‌ای مثل میشل فوکو و امثال اون بودیم که اینها اومدن از اون شکل وحشیانه‌ای که کشدارهای مارکسیست کلاسیک در کشورهایی مثل شوروی سابق به وجود آورد و اون شیوه استالینیسم، خواستن که یک چیز جدیدی رو بکشونن بیرون که نام مارکسیسم فرهنگی گرفتش. از اون زمان تا به امروز نگاه اینها همیشه به شرق نگاهی بوده که فکر میکردن که امثال روح الله خمینی یا امثال اخوان المسلمین، اینها صدای واقعی شرق هستن و اگر بتونن گروه های اینچنینی رو حاکم بکنن بر این کشورها، میتونن که یه خاورمیانه متعادل تری داشته باشن که با خودشون در تبادل باشن و کاری به غرب نداشته باشن و اینها هم بتونن که اون سیاست هایی رو که سالهای سال سیاست های استعماری رو که داشتن به یک شیوه نوینی در اونجا برنامه ریزی کنن و پی بگیرن. از طرف دیگه نه تنها درب رو بر روی همین گروه های داعشی و بر روی همین مسلمانانی که در ذات خودشون در هر صورت بر میگردن به اون آیین تازی 1400 ساله پیش و وحشی که داشتن باز کردن، از طرف دیگه خود غرب رو هم دوچار افول کردن با همین دین نوین مارکسیست فرهنگی، چنان که دیروز ما شاهد این بودیم که در موزه ملی لندن دو نفر شهروند اومدن و به تابلوها حمله کردن و شیشه های تابلوهای نقاشی نفیس رو اونجا شکستن. این دقیقاً به همون شیوه داعشوار هست. غرب از اون ارزش هایی که جناب یزدانپناه هم به خوبی اشاره کرد، ارزش های پروتستانیسمی که تمدن اروپایی بر پایه اونها ساخته شد، فاصله گرفت و رو به سوی یک سیستم نوینی رفت که نه تنها انسان غربی رو دوچار اون رخوت و سستی کرد، بلکه نگاه اون رو از سخت کوشی و ارزش هایی که غرب بر اونها پایش ساخته شده بود به سمت یک دین جدید و یک دین نوینی کشید که این دین در واقع دروازه های اون اعراب وحشی رو هم، اون ایدئولوژی اعراب وحشی رو به روی غرب گشود و ما امروز شاهدش هستیم. ما به هیچ عنوان نمیتونیم اسلامی رو که در دوره صفوی وارد ایران شد و هرچند که اون هم بهش نقدهای بسیاری وارد هست، اما با اون چیزی که از سمت کشورهای عربی با نام شیوه اسلام تازی و صدر اسلام وارد اروپا شده قابل مقایسه بدونیم. از چه نظر؟ در دوران صفویه به هر حال جنایتهای بسیار بسیار زیادی انجام دادن، حتی گروه آدمخوران هم نسبت داده میشه. بله، برای تمام نقد
به اون دوران وارد هست، اما به هر صورت مخصوصا شاه اسماعیل و بعد هم شاه عباس صفوی تلاش کردند، یعنی شاید به خاطر اینکه پایه‌های ذهنیت مردم ایران پس از گذشت 1000 سال تا به حد زیادی آسیب دیده بود، اما به هر صورت تلاش کردند که کشور رو به صورت یک پارچه از اون اعراب تازی و مغول‌ها پس بگیرند و به یک پادشاهی نسبتاً مطابق تری با فرهنگ ایرانی برسونند، وگرنه 100% هم ایرادات بسیاری وارد هستش. خب شما ببینید، حالا ما وارد گذشته تاریخی نمیشیم، اون چیزی که اعراب انجام دادن و موقع ورود به ایران در اون زمان، بقیه هم چه میکردن، بقیه هم همین کارا رو میکردن یا نمیکردن، بحث طولانی است. اما اون چیزی که شما فرهنگ ایرانی اسمش میذارید که جای بحث بسیار داره در تعریفش، از درون همین هست که این جمهوری اسلامی در میاد که در هیچ کدوم از کشورهای دیگه‌ای که اکثریتشون مسلمانه، چون با صفت دینی برای کشور زیاد رابطه خوبی نداره، وجود نداره. یعنی از درون اینی که شما میفرمایید در زمان صفوی صیقل پیدا کرده و درونش یه چیز متناسبی نسبتاً در اومد، خب نتیجهش همین شد که اینو چه میفرمایید؟ ببینید، من نگفتم که از در، من نگفتم که صیقل پیدا کرد. ببینید، ما تا از نه صیقل نه، ولی مثلا یه چیز دیگه شد مغایره با اونجا، فاصله داشت با اون. زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، خب به هر حال این پروسه گرفتن ایران با 400 سال نبرد همراه بود. 400 سال دوران 4 قرن زمان خیلی زیادی هستش. این نبود که یک شبه اینها بتونن ایران رو فتح بکنن و فرهنگ مردم رو تغییر بدن. همینطوری که خب کتاب‌های تاریخی و اسناد هست، با کشتار، با بردهداری و با موالی کردن این همراه بود. پس از اون هم ما حملات مغول‌های وحشی رو داشتیم که به مراتب شدیدتر از حملات اعراب بود. در طی 1000 سال ما با یک وضعیت بسیار اسفناکی روبرو بودیم که گهگداری در این میان در جاهای مختلف ایران حکومت‌ها و دولت‌هایی هم سر برمی آوردن که تلاش می‌کردن تا حدی برگردونن کشور رو به پیش از اون که اعراب حمله کردن. اما در زمان صفوی اتفاقی که افتاد، ایران دوباره یک پارچه شد. من فکر میکنم در کنار در این نگاه به تاریخ، مخصوصا نگاه به دوران صفوی، باید به یک شیوهی باشه که ما این رو آنالایز بکنیم. بله خانم جشنی، ببینید بحث ما دوران صفوی، برگشتن به تاریخ و اهمیت صفویه و نقشش نیست. بحث سوال بسیار ساده است که الان به شما گفته بشه که ایرانی که شما میفرمایید کشوری است که درش جمهوری اسلامی به وجود اومده و کارهای انجام میده و داده که در هیچ کدوم از این کشورهای دیگه در این مدت 40 چند ساله انجام نشده. یعنی همین بیدار شد. اینو بفرمایید، اینو چطور باید داشت برخورد کرد؟ بفرمایید. شما رو برمیگردونم به صحبت‌های روح الله خمینی. روح الله خمینی بارها و بارها در سخنرانی‌هایی که در همون اوایل انقلاب انجام داد و همینطور تا پیش از مرگش، همیشه تأکید میکرد که ما میخواییم به الگوهای صدر اسلام برگردیم. و همینطوری هم که داریم میبینیم، اون چیزی که الان داره در ایران اتفاق میفته، کشتار مخالفین، شکنجه کردن، حمله به کشورهای دیگه از طریق گروههای شبه نظامی و نیابتی، اون چیزی هست که ما دقیقا در صدر اسلام شاهدش بودیم. یعنی بذارید اجازه بدید به اینو بگم، کسانی که الان بر ایران حکومت میکنن از بازماندگان همون شیخ فضل الله نوری هستن، آخونهای متحجری که دقیقا دوست دارن کشور رو به شیوه طالبانی اداره کنن. بله اینی که حکومت میکنن بحثیست، ولی اینی که به دنبال خمینی رفتن، نمیشه گفت که اینا ایرانی نبودن، ایرانی بودن. از دانشگاهی گرفته تا تحصیل کرده های خارج، کنفدراسیون دانشجویی و بسیاری و بسیاری، و حتی از دولت مردان وقت. بحث ما فعلا تاریخ نیست، برگردیم باز به امروز. به میشل فوکو اشاره کردن، به قول امروزی ها دگرباش جنسی مارکسیست و کسی که خمینی رو به اصطلاح فرشته ای از آسمان توصیف کرد، البته بعدها از آراء خودش برگشت و یکی از مبلغان درجه یک انقلاب اسلامی. اما نقش دولت‌های کنونی، ببینید در ایران پیش از انقلاب
نظامی وجود داشت که دین عیسی به دینش، موسی به دینش. همه این کشورهایی که میراثدار تمدن غرب هستن و گفته شما آقای یزدان پناه عزیز حمایت کردن از آقای خمینی، چه مستقیم چه غیر مستقیم. پناهگاه گروه های تروریستی شدن کسانی که در کشورهای دیگه قتل انجام دادن، از جمله در مصر. من اینو در برنامه دیگه هم اشاره کردم، مبارک اشاره کرده بود و خواسته بود گروهی رو که کشته بودن، آقای محجوب رو کشته بودن، رئیس مجلس مصر رو کشته بودن و بقیه به انگلستان رفتن، برگردن. تونی بلر گفت شما نمیتونید برای ما تکلیف روشن کنید و تعیین تکلیف کنید، اونجا اعدام میکنه، از این حرفا. و مبارک این هشدار رو داده بود رئیس جمهور وقت که اینها یک زمانی مسئله ساز میشن برای خود شما، که شدن. به هر حال برگردیم به این موضوع که این کشورها و این دولتها تا چه اندازه سهیم هستن. سوال پیشین من هم بوده در ادامه این وضعیت که چون مساله و منافع مقدم شده بر اون ارزش‌هایی که شما اشاره کردید. بله، بعد این مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی و نیروهای جمهوری اسلامی در غرب می‌کنند، واقعاً یکی از عوامل اصلی بقا هست. حمایت اصلی از جمهوری اسلامی شاید بشه گفتش که بیشتر توسط کشوری مثل روسیه انجام شده، چه در سطوح امنیتی چه در سطوح در واقع نظامی. روسیه بوده که در این سالها بسیار حمایت کرده در تمام این سالها از جمهوری اسلامی. بعد در واقع این چند سال اخیر چین اضافه شده، به ویژه در بخش اقتصادی. و البته شما نگاه کنید جناب چنانگی که بقای جمهوری اسلامی، اصلا روی کار اومدن و بقاش، بیشترین نفع رو به نفع به کشورهای اطراف ایران، به کشورهای منطقه رسوند. امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، حتی اسرائیل، لبقا کدوم این کشورها میتونستن تصور بکنن که با ادامه پادشاهی پهلوی در ایران بتونن به همچین ارج و قربی برسن؟ اون موقع ایران یک کشوری بود که در صورت ادامه پادشاهی پهلوی، در صورتی که این فاجعه 57 رخ نداده بود، ما الان در سطح یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان بودیم، حداقل جزو 10 کشور اول جهان بودیم از هر نظری در صورت ادامه اون وضعیت. منظور اینه که یک ملغمه هست، کشورهای منطقه، کشورهای جهان و کشورهای غربی. کشورهای غربی اگرچه حمایت مثل مدل روسیه حمایت نمی کنن از جمهوری اسلامی، منتها مماشات می کنن. و این مماشات هم بخشش هم به خاطر نفوذی هست که در واقع عوامل و اجامر جمهوری اسلامی در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر غربی دارن، و هم به خاطر چپگرایی هست، سیاستمداران چپگرایی که در این کشورها وجود دارن، در تمام سطوح، در مجالس، در دولت‌ها، در نهادهای تصمیم سازی که بسیار مهم هستند در غرب. تمام اینها در واقع نقش دارن در ادامه این مماشات غرب با جمهوری اسلامی. همین امروز می‌بینیم دیگه، الان شما در بریتانیای کبیر رو به اصطلاح نگاه کنید، خودشون گزارش منتشر می‌کنن که این ناآرامی‌ها در بریتانیا بخش عمده‌اش به خاطر گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی هست. سال‌هاست که دفتر نمایندگی سیدعلی خامنه‌ای در بریتانیا رسما فعالیت میکنه. حتی نزدیک بود که یکی از حقوق بگیران دفتر خامنه‌ای در انگلستان به نام آقای جرمی کوربین نخست وزیر بریتانیا بشه چند سال پیش، کسی که رسما روی فیش حقوقی جمهوری اسلامی قرار داشت، با پرس تیوی، رسانه ماهواره جمهوری اسلامی کار میکرد. در یک همچین وضعیتی تا موقعی که این سیاستمداران چپگرا در این کشورهای غربی مستقر هستند و قدرت دارند در سطوح مختلف، این وضعیت مماشات هم ادامه پیدا میکنه. و به خاطر همین هست که ما جناب چالنگی، ما ایرانیان، ما میهن پرستان ایرانی باید بدون لکنت زبان واقعا در هر نبرد تمدنی در سمت درست بایستیم. هر جایی که ارتجاع سرخ و سیاه قرار داره، چه در غرب چه در داخل ایران، میهن پرستان ایرانی وظیفه دارن که در برابرش بایستن. هر چیزی که اونها میگویند ما باید برعکسش عمل کنیم، بگوییم. هر چیزی که اونها انجام میدهند ما باید برعکسش رو انجام بدیم.
ارتجاع سرخ و سیاه، پیوند اسلام و پیوند کمونیسم در اشکال مدرنش باعث نابودی و اضمحلال ایران در سال 57 شد و همچنان ادامه داره و باعث ادامه همین وضعیت در با ادامه وضعیت در غرب باعث ادامه همین وضعیت در ایران هم خواهد شد همچنان. و نظر شما خانم جشنی؟ من کاملا با آقای یزدانپناه موافق هستم و این برمیگرده به همون پرسشی که شما کردید. ببینید این اسلامی که نهادینه شده که ما شاهنشاه فقید از اون به نام ارتجاع سیاه یاد کرد در سخنرانی خودش، اون دقیقا آفتی هستش که حتی باعث شد که مردم ایران در سال 57 در یک جای ناصحیح بیستن. شما برگردید ببینید یک کشوری مثل اسپانیا 700 سال طول کشید که تونستن از شر مسلمانانی که بهشون حمله کرده بودن و تسخیر شده بود اون کشور نجات پیدا کنن، اما شاهان پهلوی در کمتر از نیم قرن ایران رو به جایگاهی رسوندن که با تمام مشکلات و پیشینه فرهنگی و اسلام زدگی که داشت وارد یک مرحله بسیار نوینی از نظر تاریخی و از نظر رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشت می شد. افرادی که حتی اگر برگردید به تاریخ نگاه کنید، چپهای ایرانی در سال 57 وقتی به عقبه اونها برمیگردیم نگاه میکنیم، اتفاقا اینها اکثرا از خانواده های به شدت مذهبی میومدن، حتی اگر ژست های ضد اسلام میگرفتن شما نگاه میکردید میدیدید دو عقبه قبلتر از اینها مثل همین احسان طبری یا مثل کیا نوری، تمام اینها دو عقبه قبلترشون اصلا آخوند بودن. یعنی خود نوری نوه شیخ فضل الله نوری بود و همینطور احسان طبری نوه اون آخوند طبری مازنی بود. تمام اینها داره نشون میده که دو تا عامل باعث بدبختی امروز مردم ایران شده که اگر امروز هم بهش پشت نکنند و در صدد مبارزه باهاش بر نیان، حتی اگر یک رضا شاهی دوباره به وجود بیاد و کشور رو نجات بده، باز ما دوباره 10 سال، 12 سال، 20 سال دیگه باز یه انقلاب اسلامی دیگه به مسلمان‌های تندرو بدهکار خواهیم. خانم جشنی، مماشات دولت‌های غربی چه اثری در حفظ و بالندگی به قول علما داشته در این ماجرا؟ اینکه درها رو باز کردن، دموکراسی‌هایی که درها رو باز کردن مردمانی رو بگم، همیشه میگفتن آخوندا رو خود این اروپایی ها آوردن، خودشون هم هر موقع صلاح بدونن میبرن. حالا این یه ذره خیلی ساده اندیشانه هست، به هر صورت ما مردم ایران بودیم که این رو پذیرفتیم و درب رو به روی اینها گشودیم، به این خاطر که عقبه ذهنی ما هم در واقع اسلام زده و آخوند زده شده بود. اما 100% مماشات این غربی ها هست و منافعشون هست که داره ایجاب میکنه این آخوندها رو نگه دارن، اما امروز متوجه شاید بشن که اون چیزی که فکر میکردن برای کشورهای خاورمیانه، مخصوصا برای یک کشوری با تمدن پرشکوه و قدیمی مثل ایران باید بمونه و میتونه این به حفظ منافع اینها کمک بکنه، امروز آفت درون خود خاکشون و کشورهاشون و مردمشون شد. خب آقای یزدانپناه، جمهوری اسلامی اگر این موضوع رو مطرح بکنه که تمام ادیان مبلغینی دارن و ما هم این هیئت ها، این گروه ها، اینها نمایندگان ما هستن در این کشور ما و کار خلاف قانون انجام نمیدن، کما اینکه میبینید اجازه پیدا میکنن مرکز اسلامی در آلمان، مرکز اسلامی در لندن، مرکز اسلامی در فرانسه و جاهای مختلف داشته باشن، اربعین را بندازن، عاشورا را بندازن، خیابونا را ببندن، نماز جمعه بخونن، کار خلاف قانون انجام نمیدن. شما چه خواهید گفت؟ جناب شاهی، من خیلی رک حقیقتا من با این نسبیگرایی فرهنگی و این چیزهایی که در این غرب سپاه اسلام ازش بهره میبره برای بیشتر صرف کردن جایگاه خودش، اصلا من هیچ نسبت و قرابتی با این مسائل ندارم. اسلام نه به غرب تعلق داره نه به فرهنگ ایرانی. اسلام متعلق به بیابانهای حجاز هست و عتبات عالیات.
اتفاقی که باید بیفته اینه که اسلام باید برگرده به زادگاه خودش در همون شیعه، باید برگرده در عتبات. خب بر نمیگرده آقای اجازه بفهمه، اجازه بفهمه. تمام ادیان همشون از خاورمیانه اومده. متفکر مصری استاد بنده جناب انیس منصور که بخت نشست برخاست در مجالس ایشون اومده، حرف درستی زد، گفت آقا این خاورمیانه اینقدر گمراه بوده 124 هزار تا پیغمبر اومده، حالا تازه بعضیش اینه که داریم میبینیم، اون ور پیغمبر یه چیزی نیومده، خداوند فکر نبوده. اصلا این بحث تاریخی که اسلام چه هست، کجا برگرده کجا برنگرده، یه بحث دیگریست. حرف من این هست، امروز روز اگر گفته بشه که آقا اینا ما نمایندگی ما کار خلاف قانون نمی کنه مثلا، کما اینکه کردن همه میدونی، و در اینجا آزاد هستن و از این مماشاتی که از بهره میگیرن، شما چه خواهید گفت؟ چه خواهید گفت؟ میگن ما داریم تبلیغ دینی میکنیم، وظیفه دینیمون هست و وظیفه داریم، همونطوری که هیئت‌های مسیحی میرن به کشورهای آفریقایی، ما وظیفه داریم اسلام رو ترویج کنیم، اینم شیوه ترویج ما. شما چه خواهید گفت؟ به دولت مردای فرانسوی چه خواهید گفت که چه باید بکنن چه نکنن؟ اسلام در جنگ هست با تمدن غرب، با تمدن ایران، و مسئله این هست که متاسفانه غربی ها و خیلی از ایرانی ها، البته در ایران شاید وضعیت خیلی بهتر باشه، اونها خودشون رو در جنگ با اسلام نمیبینند. واقعیت اینه که جنگ تمدن ها، جنگ تمدنی جناب چالنگی، غرب هم در جنگ با اسلام قرار داره، جنگ سرد هم نیست، صرفا جنگ گرم هست، عملیات تروریستی، حمایت از تروریست توسط سپاه اروپا در غرب همین رو نشون میده، و باید این ذهنیت به وجود بیاد که در واقع جهان غرب جهانی هست که یک ارزش‌های دیگه، همونطوری که گفته شده، ارزش‌های مسیحی و یهودی رو نمایندگی میکنه و اسلام با این ارزش‌ها در جنگ هست. خودشون هم قبول دارن، پنهان نمی‌کنن، در همین روزهای اخیر دیدید دیگه در راهپیمایی‌های متعددی که ببینیتون لندن که خیلی سر و صدا کرد، اصلا گفتن که جهاد می‌خوان. اونها آخه این چه تمدنی است؟ اجازه بفرمایید، چه حکومت‌های سکولاری هستن یا چه تمدن؟ بس طولانی است بخوایم وارد این بحث بشیم که تمدن غرب پایه‌هاش به ارزش‌های مسیحیت و یهودیت است و حکومت های سکولار تکلیفشون چه هست. ببینید الان در همون فرانسه که شما هستین بهتر از من میدونید که رهبر حزب کمونیست فرانسه برای انتخابات، برای خریدن رأی مسلمان های حتی افراطی کنار اینا ایستاد، یه حرفای دل اونا رو به دست بیاره میزنه. آیا خود این دموکراسی ها به یک مشکلاتی، به یک بن‌بستی نرسیدن که رأی گدایی میکنن در همین آمریکا، در خود انگلستان، و مثلا شهردار انگلستان میاد از جایی از پاکستانیان هست، نخست وزیر هندیل هست، مسئله رأی هست، یعنی افرادی دارن حکومت میکنن که حتی مصالح ملی کشورهاشون هم چندان براشون مهم نیست و این مجال میده به دوستون. آیا این نیست؟ آیا این یکی از علل رشد این گروه های تروریستی نیست؟ صد درصد جناب چالنگی، اصلا این رأی سپاه اسلام در اروپا برای این چپ‌ها بسیار حیاتی هست. الان میبینیم در کشورهای مختلف، مثلا در آلمان چپگرایان اونها برنامه هایی دارن برای اینکه بتونن هر چه سریعتر به این مهاجران مسلمان تابعیت در واقع اهدا بکنن، به خاطر اینکه بتونن در واقع از رأی اونها بهره مند بشن. قطعا این رأی هست، و فقط هم البته چپ ها نیستن، دست راستی های پفکی هم جناب چالنگی همینجوری، اصلا این خانم ترزا می مثلا، ایشون نخست وزیر بریتانیا بود، یه مقطعی همین چند سال پیش از حزب محافظه کار هم بود، ولی لچک سرش میکرد میرفت مسجد پاکستانی ها برای اینکه رأی اونها رو گدایی بکنه. متاسفانه سیاستمداران غربی، حالا بیشتر این چپ ها و راست های پفکی هم، متاسفانه در ادامه این وضعیت، در این از بین رفتن جوامع اینجا با اسامی نمیدونم چند جامعه چند فرهنگی و اینها، همه با هم دستشون تو یک کاسه. بله، و این کاسه پولهای قطر هست که سرمایه گذاری عظیمی در انگلستان داره و قطر هم حامی حماس هست خانم جشنی، و در همین زمینه تا چه اندازه اسمی از قطر وجود نداره.
در هیچ کدوم از رسانه‌های اروپایی آمریکایی اونطور عمده ما نمی‌بینیم. تردیدی نیست که حامی درجه اول فکری هرچه که از جمهوری اسلامی است. هموست. ولی قطر چی؟ و بقیه ای که هستن بفرمایید خانم چشم. بله. ببینید در مورد قطر یا کشورهایی کمتر عربستان یک دلیل خیلی عمده وجود داره، مخصوصا در شرایط فعلی بعد از اتفاقی که در اوکراین افتاد و رودررویی مستقیم اروپایی یا با پوتین. الان اینها بسیار نگران هستند که اگر بخوام با یک کشوری مثل قطر هم در بیفتن، شیر گاز و نفت عملا از خاورمیانه به روی اونها بسته خواهد شد. از سوی دیگه همون مطلبی رو که خودتون اشاره کردین، کاملا مشخص هستش که سیاستمداران غربی بیش از اون که مانند پیشینیانشون به مصالح ملی کشورهاشون توجه بکنن، به منافع شخصی و حزبیشون دارن نگاه میکنن و نتیجهش رو هم ما دارید میبینید. سیاستمداران راستگرایی یا به اصطلاح راستگرایی که با مسلمانها و با مهاجرها دست به یکی میکنن برای جمع کردن رأی بیشتر، و این کاملا داره نشون میده که غرب داره به سمت یک افول تمدنی پیش میره. حتی کشوری مثل آلمان که میشه گفت پایه های اتحادیه اروپا بر اساس قدرت نظامی و قدرت سیاسی و ثروت آلمان پایه‌گذاری شده، همینطور که الان داریم میبینیم در شهرهای مختلفش مخصوصا برلین شاهد یک هجوم وحشتناکی از مهاجرین و تظاهرات ها و راهپیمایی هایی هستیم که عملا مقابل دولت آلمان ایستادن و دارن قدرت نمایی میکنن. بسیاری از جامعه شناسان آلمانی و کسانی که دغدغه مند هستن و سیاست آلمان رو دارن دنبال میکنن، این رو به صراحت عنوان میکنن که آلمان در معرض سقوط هست و هیچ معلوم نیست که تا دو دهه دیگه اگر تغییری در سیاستش نده چه اتفاقی برای این کشور خواهد افتاد. خب من کاریکاتور دیدم، بسیار کاریکاتور جالب کودک آلمانی هست و دو دهه دیگه، سه دهه دیگه یک سری آدم های از جاهای مختلف جهان هستن در آلمان بهش اشاره میدن تو مال کجا هستی در خود آلمان. به هر حال کاریکاتور، امیدوارم میشد نشون بدیم. خب برگردیم به پاریس و پاریس زیبا در فصل پاییز. ممنوع شده در اونجا آقای یزدانپناه برگزاری تظاهرات هست در حمایت از حماس، یا نه کلاه شرعی هم براش درست کردن و میشه این کارو کرد؟ به ظاهر ممنوع هست در به شکل قانونی گفتن ممنوع هست، ولی خب هر میشه گفتش هر روز که حالا نه، ولی هر چند روز یک بار میبینیم که در اطراف این میدان رپوبلیک پاریس جمع میشند و اون منطقه 11 پاریس هم اگر اشتباه نکنم باشه اونجا یه منطقه هست که بیشتر این در واقع سپاه اسلام اونجا مستقر شدن، بیشتر اونجا جمع میشن. با وجود این جناب چالنگی وضعیت پاریس از خیلی شهرهای اروپایی فکر میکنم بهتر باشه. اینجا هم پلیس یک مقدار، شما در بریتانیا که نگاه میکنید لندن اونجا پلیس ها در اکثر فیلم هایی که منتشر میشه در حال کتک خوردن هستن این سپاه اسلام، در پاریس و فرانسه و اینها این وضعیت که همچین چیزی شما خیلی با پلیس اینجا از این شوخی‌ها نمیشه کرد، ولی خب واقعیت اینه که اینجا هم حضور دارند و فکر میکنم که یواش یواش شما نگاه میکنید بیداری، اگر بیداری احترامی به قول شما در اروپا اون چیزی که خامنه ای میگفت و اینها تا حدودی رخ داده، از اون طرف هم بیداری میهن پرستان در اروپا رو شاهد هستیم. بیشتر از قبل الان میبینید که احزاب و چهره های میهمپرست در کشورهای مختلف اروپایی پشتاق میدن، جدیتر وارد میدان شدن و بعید نیست که در انتخابات آینده کشورهای مختلف اروپایی ما شاهد این باشیم که گروه های دست چپی که از این وضعیت برای سالها در اروپا حمایت کردن و همینطور راست های پفکی که با چپ ها همکار بودن در این قضیه کنار گذاشته بشند و راست های واقعی و میهن پرست جایگزین اونها بشن. برای جوامع اروپایی هم تو که اشاره کردن داره به سمت افراط پیش میره متاسفانه، و اینو چون از روزهای نخست جلوشو نگرفتن در پاریس در همون کرته
حتی قوانین شریعت رو شروع کردن در دهه آخر قرن بیستم به اجرا گذاشتن، حتی بانوی رو آتش زدن به خاطر اینکه به گفته مسلمانان افراطی که در اون منطقه بودن مرتکب زنا شده بود و البته تظاهراتی انجام شد حتی از طرف مسلمانان مخالف این موضوع. آرام آرام عقب نشینی هایی کردن چه در فرانسه چه در کشورهای دیگه اروپایی در برابر افراطیون مسلمان، همونطور آقای یزدان پناه شرکه الان یه بیداری هم در این سو وجود داره. سپاس از شما آقای یزدان پناه گرامی و خانم میترا جشنی گرامی، سپاس از هر دو مهمان گرامی، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. با شما عزیزان خواهیم بود در ادامه برنامه و تأکید بر این نکته که زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم هرگز. خانم فاطمه سپهری وضعیت وخیمی داره، علی خردگرا وضعیت وخیمی داره، بیماری های مختلفی داره، هاشم خواستار، عباس واحدیان شاهرودی، محمد نوریزا، زینب جلالیان، مریم اکبری منفرد، نگوییم این زندانی خط مشی سیاسیش این هست، مخالف ماست یا ما نمیخونه خط مشی سیاسیش. قبل از هر موضوعی زندانیان سیاسی هموطنان همه ما هستند و هر انسانی در هر جای جهان حقوقی داره، باید رعایت بشه. تا لحظات دیگه میهمانی داریم و گزارشی درباره آقای عباس واحدیان شاهرودی که از بیماری‌های مختلف رنج میبره و محروم از دستیابی به خدمات مورد نیاز پزشکی. تا لحظات دیگه. خانم سپیده حجامی از کانادا میهمان ما هستند با اطلاعاتی که دارند درباره آقای عباس واحدیان شاهرودی. خوش آمدید خانم حجامی گرامی. درود به شما، ممنونم از دعوتتون. سپاس که هستید. آخرین خبرها رو از شما میشنویم، معلم ارجمند در کنار آموزگاران دیگه‌ای که در زندان هستند، آقای عباس واحدیان شاهرودی، چه خبرهایی دارید ازشون؟ خواهش میکنم. من از شما اجازه میخوام که این فرصت رو داشته باشم به صورت مفید و مختصر توی زمان محدودی که دارم سیر روند بازداشت اخیر آقای واحدیان شاهرودی رو برای مخاطبان عزیزتون عنوان بکنم. ایشون 10 شهریور سال 1400 در شمال ایران در رضوان شهر بازداشت شدن. همزمان با بازداشتشون تمامی وسایل الکترونیکی همسرشون توقیف شد و خب دقیقا توی همون تایم مراجعه شد به منزل شخصی ایشون در مشهد و وسایل الکترونیکی و تلفن همراه دخترشون هنگام واحدیان شاهرودی هم به همین شکل ضبط و توقیف شد. آقای واحدیان زمانی که بازداشت شدن تقریبا به مدت 6 ماه زندگی توی خانه امن و مخفی داشتن، به خاطر اینکه از استارت کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار بودن و در خطر بازداشت بودن. ایشون منتقل شدن به انفرادی اداره اطلاعات مشهد و خب اولین نشانه های بیماری رو در 22 روز بازداشتشون نشون دادن، یعنی که منجر شد که ایشون به بهداری منتقل بشن و پزشک براشون داروی فشار خون رو تجویز بکنه. همچنان ایشون محبوس بودن توی سلول انفرادی اداره اطلاعات و خب 7 اسفند یعنی تقریبا 6 ماه بعد از اون به شدت بیمار شدن با نشانه های مسمومیت، تپش قلب و فشار خون بالا، منتقل شدن به بیمارستان امام رضای مشهد. خودشون بعدها عنوان کردن که استنباط میکنن غذایی که خوردن غذای آلوده‌ای بوده و به همین دلیل دچار بیماری شدن. نهایتاً با فشار رسانه‌ای و با درخواست خانواده ایشون در 16 اسفند منتقل شدن به زندان وکیل‌آباد مشهد. اما این انتقال صرفاً بر
یک برنامه بود برای جمهوری اسلامی که صورت مسئله رو پاک بکنه و فقط بگن که ما آقای واحدیان رو از سلول انفرادی اداره اطلاعات به زندان عمومی، به بند عمومی منتقل کردیم، در حالی که الان بیشتر از یک سال و نیم هست آقای واحدیان شاهرودی و آقای جواد لعل محمدی در یک سلول نیمه انفرادی در اتاق یک بند شیشه یک زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند. هیچ گونه ارتباطی با سایر زندانیان ندارند، حتی اجازه ندارن مثل سایر زندانیان از تلفن عمومی زندان استفاده بکنن. مکالماتشون باید در حضور یکی از مسئولان زندان باشه، یعنی عملا به صورت زنده شنود میشه مکالماتشون. و توی این مدت هم یک بار مورد ضرب و شتم شدید توی زندان قرار گرفتن که عواقب اون ضرب و شتم تقریبا به مدت 2 ماه کبودی و آثارش روی صورت آقای واحدیان مشخص بود. بله، و این اطلاعات چطور به بیرون میاد؟ یعنی طی همون مکالمه هایی که کنترل میشه این اطلاعات بیرون میاد از زندان؟ گهگاه طی اون مکالمه ها، منتها خب من فکر میکنم که زندانی های سیاسی مثل آقای واحدیان شاهرودی به هر حال این راه رو پیدا کردن توی تمام اون تنگناها و هر چقدر بخوام ببندن، راهی پیدا میشه، پیغامی رسونده میشه، نامه دست به دست میشه و اطلاعات بیرون میاد. من اگر اجازه بدین زیاد راجع به اینکه چگونه اطلاعات بیرون میاد و چگونه به دست ما میرسه حتما این رو باز نکنم، چون مطمئنن که حتما هستن حتما کسایی که این رو آماده هستن که این راه ها رو ببندن. ما تو موضوع خیلی مهمی که الان پیش اومده، تقریبا 3 ماه هست آقای عباس واحدیان شاهرودی دچار یک بیماری ناشناخته پوستی شدن که فایل های صوتی از ایشون منتشر شده، به شدت درد دارن. خودشون در توضیح دردشون اینجوری عنوان میکنن که وقتی که را میرم جگرم کنده میشه، اینجوری توصیف میکنن دردی رو که دارن. پوست دستشون رو شبیه به سیم خاردار توصیف میکنن که میگن حتی نمیتونم صورتم رو بشورم دیگه. و توی یکی دو باری که با درخواست خانواده ایشون رو به پزشک منتقل کردن، پزشک توی بیمارستان امام رضای مشهد تشخیص دادن که آقای واحدیان نیاز به پرتو درمانی دارن، یعنی نیاز به یک درمان خاص دارن. منتها خب خود پزشک هم توی آخرین پیام آقای واحدیان است که خود پزشک هم خودش پاسخ خودش رو داده که خب من که میدونم مسئولان زندان این کار رو برای شما انجام نمیدن، و دوباره ایشون رو برگردوندن بدون اینکه کار خاصی برای درمانشون انجام بشه. به شدت از درد زیاد رنج میبرن و متاسفانه اینقدر فشار بهشون هست که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از 3 روز پیش تا به حال توی اعتصاب دارو هستن، یعنی ایشون داروهای قلب و داروهای فشار خون هم استفاده میکنن که همه اونها رو توی آخرین پیامشون میگن که من دیگه خسته شدم و تمام داروهام رو کنار میذارم. بله، الان چند روز هست که این اعتصاب دارو رو ادامه دادن؟ یعنی به شما تصور میکنید یا اطلاعاتی که دارید هدف از این شکنجه ها به این شکل چه هست؟ اینی که به زانو در بیاد یا این که از شما میشنوید؟ خواهش میکنم جناب چالنگی، آقای واحدیان شاهرودی به همراه 13 نفر دیگه، یعنی اعضای بیانیه 14، یکی از بزرگترین قدم‌های مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی رو برداشتن، یعنی اینکه در سال 1398 وقتی که بیانیه 14 رو منتشر کردن و درخواست رسمی کردن برای استعفای علی خامنه‌ای، من فکر میکنم این یک قدم بزرگ بود، برد رسانه‌ای خیلی زیادی داشت و برای حکومت خیلی سنگین بود این اتفاق. و همینجور که ما میبینیم علاوه بر آقای واحدیان شاهرودی، خانم فاطمه سپهری الان بیمارن و تحت فشار شدیدی هستن،
آقای لعل محمدی که با آقای بایدیان که یک سلول نیمه انفرادی هستند، آقای زرتشت احمدی راغب، آقای محمد نوریزاد، یعنی اعضای بیانیه 14، من به زبان ساده میتونم به شما بگم خار چشم حکومت هستند. به همین دلیل اینقدر فشار روشون هست، اینقدر سختگیری روشون هست، به سختی به ایشون مرخصی میدن. الان آقای بایدیان بارها و بارها از طرف خانوادهشون درخواست مرخصی داده شده که خب متاسفانه قبول نکردن، حتی مرخصی پزشکی، با اینکه پزشک این حکم رو صادر کرده که ایشون عدم تحمل حبس دارن. همینجور که ما هفته گذشته دیدیم خانم فاطمه سپهری رو از بیمارستان به زندان منتقل کردن، من فکر میکنم که عضو بیانیه 14 بودن یکی از دلایلی هست که به این شکل به این افراد سخت گیری میشه. به آقای هاشمی خواستار هم هستن، آقای جعفری بود که فعلا بیرون هستن از زندان، و آقای سپهری که با مشکلات بسیار همچنان گرفتار هستن، بیماری های مختلف. خب در کشور جناب آقای خواستار، بله بفرمایید. خواهش میکنم من صحبت شما تکمیل بکنم. جناب آقای خواستار از نظر سنی بین اعضای بیانیه 14 از همه سن بالاتری دارن. ایشون یک معلم بازنشسته هستن و هیچ منطقی نمیتونه توجیه بکنه حبس طولانی مدت ایشون رو با بیماری های زیادی که دارن توی زندان وکیل آباد مشهد. خب یعنی معلمان ایرانی در زندان، آموزگاران ارجمند ایرانی در زندان، تو خود حدیث مفصل گفتن نداره، بقیهش خود شما بینندگان میدونید. در خارج چه میشه کرد برای این عزیزان، این کسانی که زندگی هست و نیست، خودشون رو گذاشتن کف دست، یک دوره همراهی شد باشون از کسانی که صاحب نام هستن تا دیگران، اما به فراموشی سپرده شده. چه میشه کرد؟ چه انتظاری دارید شما؟ من فکر میکنم که حالا شاید نگیم به فراموشی سپرده شدن، ولی انقدر متاسفانه تعداد این عزیزان در بند زیاده، یک وقتایی لاجرم آدم یعنی فرصت ما پیدا نمی کنیم که به دونه دونه این افراد بپردازیم. جمهوری اسلامی یک جغرافیای بزرگی درست کرده، یک زندان بزرگی درست کرده، کوچکترین اعتراض، کوچکترین اکت سیاسی و مبارزاتی منجر میشه به زندان و حبس، و خب روز به روز هی تعداد بازداشت شدگان و زندانی ها بیشتر میشه. کسانی که خارج از ایران هستن بزرگترین وظیفه‌شون این هست که صدای این افراد باشن. ماها باید بتونیم دونه به دونه، یعنی اینکه این حتی این از فضای رسانه‌ای و مدیا و اون فضای ارتباط جمعی که در اختیار داریم استفاده بکنیم به سبک قدیم، یعنی دونه به دونه در خونه مردم رو، حتی شهروندان رو بزنیم، آگاه بکنیم مردم خارج از ایران رو و اونها رو بکنیم یک پل واسطه‌ای که اونها از سیاستمداران خودشون بخوان با جمهوری جنایتکار اسلامی پای میز مذاکره نشینن. و آزادی زندانیان سیاسی رو ما باید در هر فرصتی که به دست میاریم فریاد بزنیم. هیچ انسانی در هیچ کجای دنیا حقش نیست به خاطر باور و عقیدش توی زندان باشه و عذاب بکشه. بدون تردید پیام و توصیه خانم حجامی رو شنیدید و امیدوارم در این مسیر در کنار بحران جاری در خاورمیانه هرگز زندانیان سیاسی در ایران را فراموش نکنیم. با سپاس از شما خانم سپیده حجامی، و امیدوارم در شماره های آینده خبرهای خوبی داشته باشید و نه خبرهای مانند 44 سال گذشته همچنان غم انگیز. با سپاس بسیار. سپاس از شما. به امید آزادی ایران. بینندگان گرامی هر کجایی که هستید و در توان خودتون تا حدی که میتونید حمایت کنید از آزادی زندانیان سیاسی، حکومت فقیه در ایران برای مردم غزه سینه به تنور میچسبونه، اما مردم ایران زیر فشار، زیر اهانت و زیر شکنجه هستند
در ابعاد مختلف، در عرصه های مختلف، و بسیاری از اونها طعم زندان رو، طعم تلخ زندان رو چشیدن. زندانیان سیاسی رو از یاد نبرد. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز، همکاران دیگم در استودیو مرکزی ایران فردا لندن، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلبند، کو، زاگرس، تفتان، بینالو، دورفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگش و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد ماند.